با سلام به برنامه جدیدی از ایران و جهان خوش آمدید. آمریکا در واکنش به سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته ای علیه تهران وضع نکرده است. خامنه ای روز گذشته مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را بیفایده توصیف کرده و گفته بود که این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی نداشته بلکه آمریکایی ها, تحریم ها را افزایش هم دادند. به گزارش خبرگزاری ها ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشت که آمریکا مذاکرات هسته با تهران را فرصتی برای آزمودن جمهوری اسلامی میداند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدی است به گفته او گذر جمهوری اسلامی از این آزمون نه در حرف بلکه تنها به واسطه اقدامات عینی و قابل اثبات ممکن خواهد بود که آمریکا هم شاهد برخی از این اقدامات بوده است سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد سخنان خامنه ای مبنی بر اینکه آمریکا صادق نبوده و بعد از مذاکرات هم تحریم ها را اضافه کرده اظهار داشت ما از زمان اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم اضافه ای که مرتبط با مسئله هسته باشد وضع نکرده ایم و در این باره خیلی شفاف بوده ایم خانم هار در ادامه سخنان خود گفت که انتظار می رود جمهوری اسلامی و گروه پنج بلا به یک به همراه تادی اروپا پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی داشته باشند. وی همچنین احتمال داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز یک نشست دیگر میان جمهوری اسلامی و گروه پنج بلا به یک این بار در سطح وزرا برگزار شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور بر تعامل با دنیا تاکید کرد اما گفت در این تعامل دو استثناء وجود دارد آمریکا و اسرائیل خامنه ای درباره نفی تعامل با ایالات متحده گفت رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بی منفعت برود دیدیم که آنها صادق نبودند و بعد از مذاکرات هم تحریم ها را افزایش دادند به افزود ادی این جور وانمود میکردن که اگر با آمریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل میشود. البته ما میدانستیم این جور نیست اما غذای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرد در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود. اما در یک سال اخیر به خاطر مسائل حساس هستهی و تجربهی که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه، تماسها، ها، و مذاکراتی داشته باشند. اما از این ارتباطات نه تنها فایدهای آید نشد، بلکه لحن آمریکاییها ها تونتر و احانتامیستر شد، و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون عمومی بیان کردند. به همچنین ضرر دیگر نشست و برخواست با آمریکا را ایجاد زمینه برای طرح توقعات جدید از سوی آنها دانست و تعامل با اسرائیل را هم کلا منتفی خواهد. خامنه ای گفت تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی آمریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره جمهوری اسلامی ادامه دارد تعامل با آنها بیفاید است گفتنی جمهوری اسلامی به دنبال توافق ژنو که از سی دیماه پارسال اجرایی شد با کاهش برخی تحریم توانسته است که 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کند به دنبال تمدید این توافق تا آذر ماه امسال جمهوری اسلامی قرار است دو میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر از پولهای بلوکه شده خود را در خارج دریافت کند. علی اسقر فانی وزیر آموزش و پرورش میگوید با گذشت هفت ماه از ارسال پرونده شماری از معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی به معاونت حقوقی آموزش و پرورش و درخواست اف آنان از قوه قضاییه تا کنون هیچ پاسخی از صادق آمولی لاریجانی رئیس دستگاه قوه قضاییه دریافت نکرده است. تعداد زیادی از معلمان به خصوص فعالان سنفی در ماه های بعد از خورداد 88 بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش 24 دی ماه سال 1392 اعلام کرده بود که در نامهای به رئیس قوه قضاییه درخواست کرده است تعدادی از معلمانی که در بازداشت به سر میبرند و حکم قضایی دارند اف شوند. با گذشت حدود 7 ماه از زمان ارسال این درخواست، هنوز وزارت آموزش و پرورش کشور پاسخی برای آن از سوی قوه قضاییه دریافت نکرده است. با این حال علی اصغر فانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نام یاد شده از سوی رئیس دستگاه قضایی مورد رسیدگی واقع شود گفته است بعضی از فرهنگیانی که محل خدمتشان توسط هیئت‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش تغییر کرده بود از طریق هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری و چند مورد لغو شد و همکاران ما به محل کار پیشین خود بازگشتند و ما بقی نیز در حال پیگیری است کانون سنفی معلمان پیش از این شمار معلمان تبعیدی و زندانی را 22 تن و روزنامه اعتماد 30 تن اعلام کرده بود بیشتر معلمان یاد شده طی سالهای 1385 و 1388 خورشیدی در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس از سوی دولت و تحسن مقابل مجلس و همچنین همراهی با اعتراضهای مردمی حکم اخراج، تبعید، محرومیت از تدریس و زندان گرفتند. علاوه بر اینها شمار دیگری از معلمان نیز با احکامی همچون بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، کسر از حقوق و دیگر موارد در سالهای گذشته روبرو بودند که به گفته دبیرخانه کانون سنفی معلمان و هم بر اساس وعده های مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش قرار است به پرونده آنها پس از معلمان اخراجی و تبعیدی و زندانی رسیدگی شود. در همین حال مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش دی ماه سال گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته بود که آموزش و پرورش چندان اختیاری در زمینه بهبود و تغییر احکام معلمان اخراجی و تبعیدی و زندانی ندارد و برگشت احکام از اختیارات قوه قضایی است. وی درباره پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی و درخواست عفو از سوی وزارت آموزش و پرورش گفته بود ما این درخواست را طی ای با امضای وزیر و آموزش و پرورش به قوه غذایی فرستادیم و گفتیم در هر صورت در آن سالها حوادثی اتفاق افتاده و این افراد حکم گرفتند اما الان خانواده های این افراد متضرر شدند ما از رئیس قوه قضایی خواستیم با اختیاراتی که دارند این افراد را مورد عفو قرار دهند این موضوع از اختیارات قوه غذایی است و همچنین بستگی به وضع پرونده ها دارد که آیا مورد اف قرار بگیرند یا خیر ما در آن رابطه عملا هیچ اختیاری از خودمان نداریم ناصری زنجانی تاکید کرده بود اگر رأی صادره از سوی این دو نهاد نقص شد و برگشت ما وارد کار می شویم در غیر این صورت در این مرحله ما نمی توانیم وارد رسیدگی شویم چون حکم دارد حکمی که متکی به قانون است یعنی نه از اختیارات وزیر است نه از اختیارات هیئت‌های های ما سرکوب اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف در زمستان 1382 و سرکوب گرد خمایی های مختلف آنان در مقابل مجلس در سالهای 85 و 86 از برخوردهای پررنگ حکومت با این سنف فرهنگی بوده است در پی این اعتراض ها ده ها معلم عضو تشکل های سنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند و تعداد زیادی از خدمت در آموزش و پرورش معلق شدند همچنین پس از برگزاری انتخابات جنجالی 88 معلمان نیز در کنار دیگر اخشار دست به اعتراض زدند به این ترتیب تعداد زیادی از معلمان به خصوص فعالان سنفی در ماه های بعد از خرداد 88 بازداشت شدند در حالی که وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر از افزایش فشار سپاه پاسداران بر حسن روحانی داده است سایت محافظ کار پارس نیوز مدعی شده رئیس جمهوری اسلامی دستور برخورد با جیسون رضاییان و همسرش به اتهام جاسوسی را صادر کرده است وبسایت محافظه کار پارس نیوز نوشته برخی اعضای دولت ابتدا مخالف بازداشت رضایان و همسرش بودند اما پس از ارائه مستندات جاسوسی آنها روحانی هم خواستار برخورد جدیتر با این افراد شده است پارس نیوز در این حال مدعی شده که جیسون رضایان پس از آنکه با اسناد و فیلم های نهادهای اطلاعاتی مواجه شده از ارتباط خود با نهادهای اطلاعاتی منطقه و غرب پرده برداشته است پارس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته رضایان و صالحی در حال حاضر در یکی از منازل امن تهران نگهداری می شوند و از استخر و غذای مورد علاقه خود استفاده می کنند. این سایت در بخش دیگری از گزارش خود آورده که رضایان در همایش نخست دلواپسان که در تهران برگزار شده بود نیز حضور داشته است. آنطور که این سایت محافظه کار ادعا کرده جیسون رزایان از تجار فرش است که علاوه بر پوشش های رسانه ای در پوشش های اقتصادی نیز فعالیت می کرده است. دولت حسن روحانی تا کنون به این گزارش سایت پارسیوز نیوز واکنشی نشان نداده است. در همین حال برخی گزارش ها از افزایش فشار سپاه پاسداران بر حسن روحانی ری جمهوری اسلامی حکایت می کند. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از رهبران معترضان که در حبس خانگی به سر میبرد این فشارها را دلیل عصبانیت های این روزهای حسن روحانی دانسته است حسن روحانی در دیدار اخیر خود با سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی گفت یک عده به ظاهر شعار دهند ولی بزدل سیاسی هستند هر وقت میخواهد مذاکره شود یک عده میگویند ما داریم میلرزیم خب به جهنم بروید یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده ما چه کار کنیم به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی عصبانیت رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیرش اطلاع وی از پروژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با هماهنگی قرارگاه امار است یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به سایت سهام نیوز در این باره گفته در روزهای اخیر اطلاعات سپاه فعالیت گستردهای برای دستگیری یاران و مدیران نزدیک به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی آغاز کرده است این ها در راستای تشدید فشارها به آقای روحانی قبل از مذاکرات هستهای در ماه نوامبر ادامه خواهد یافت به طوری که سپاه قصد دارد اسماعیل سماوی خواهرزاده حسن روحانی را بازداشت کند بنابر این گزارش همچنین فشارها بر مدیران و وزرای حسن روحانی برای تسلیم آنها در برابر خواست های نهادهای نظامی در حال تشدید است اسماعیل سماوی همکنون معاون رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است به نوشته سام نیوز اسماعیل سماوی تاکنون توانست توانسته از جلوی حیف و میل میلیاردها تومان از بودجه بیت را در این نهاد بگیرد بنابراین گزارش دولت محمود احمدی نژاد بودجه هنگفتی را برای این معاونت در دو دولت پیشین در نظر گرفته بود که این بودجه صرف خرید مجلات و نشریات مختلف که اغلب وابسته به نهادهای امنیتی، نظامی و روزنامه کیهان بود. مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل وظیفه تهیه بلتنهای خاص با استفاده از کارشناسان نهادهای امنیتی فرهنگی وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان را بر عهده داشت این منبع تأکید تاکید کرده است که اسماعیل سماوی توانست در مقابل صرف این هزینه های هنگفت در معاونت ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری بیستد و در این یک سال با هزینه ای به مراتب کمتر از بودجه های اختصاصی یافته گذشته این مرکز را اداره کند همین مسئله یکی از دلایل خشم نیروهای مخالف حسن روحانی در نادهای قدرت و باندهای رسانه آنها شده است به طوری که روزنامه ها و سایت های وابسته به باندهای قدرت نظیر کیهان و ندای انقلاب اقدام به تهیه گزارش از وی با نام اختصاری الفسین یاد کردن این گزارش افزود است که در پی دستگیری جیسون رزایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران به همراه همسرش سپاه پاسداران تلاش زیادی می کند که این خبرنگار را به اتهام جاسوسی جلوی دوربین های تلویزیونی بیاورد بنابراین گزارش تلاش نهایی ماموران اطلاعات سپاه در این است که اسماعیل سماوی پاهرزاده حسن روحانی و رئیس ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری را نیز به جرم ارتباط با وی دستگیر و برای او به اتهام ارتباط با جاسوس دولت‌های متخاصم پرونده امنیتی کنند گفتنی است جیسون رزایان خبرنگار واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی در چند سفر حسن روحانی و ایرا همراهی کردند و گزارش ها و عکس های سفرهای او را تهیه و به خبرگزاری های جهانی مخابره کردند جیسون رزایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران یگانه صالحی همسر آقای رضایان که خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال است و دو آمریکایی دیگر روز سیکم تیر ماه بازداشت شدند. یکی از این چهار نفر هفته بعد آزاد شد اما سه نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید طرح جدایی زنان و مردان در جامعه با تمسخر مواجه می شود اجرای طرح جداسازی زنان و مردان که اخیرا با دستور محمد باقر قالیباف شهردار تهران در مجموعه تحت مدیریتش وارد فاز دیگری شد در هفته های اخیر با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو شده است محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید مخالفت با تفکیک جنسیتی مخالفت با احکام اسلام است دانشمندان منصف غربی هم با اختلاط زیاد زن و مرد که در ایران رواج پیدا کرده مخالفند و طرح جدایی زنان و مردان در جامعه با تمسخر مواجه می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای منتظری گفت گاهی از زبان مسئولان شنیده می شود که ما با تفکیک جنسیتی مخالفیم حالان که مخالفت با تفکیک جنسیتی میان زن و مرد نامحرم در حقیقت نوعی مخالفت با احکام اسلامی شناخته می شود. وی افزود آیا آقایان روایات اسلامی را می بینند و چه این حرفی در مخالفت با تفکیک جنسیتی می زنند؟ اگر احکام دینی را نمی دانند خوب است قبل از اظهار نظر از کارشناسان امور دینی سوال کنند. این مقام قضایی ایران در ادامه هم گفت متاسفانه اوضاع به نحوی شده است که اگر کسی حرفی بزند و مسئله حفظ حریم زن و مرد را مطرح کند یا بخواهد در این زمینه اقدامی انجام دهد مورد تهاجم یا تمسخر قرار می گیرد. وی گفت معلوم نیست چرا از اینکه ارزش های اسلامی را تبلیغ کنیم عبا داریم و خجالت می کشیم با سربلندی احکام اسلام را بیان کنیم. در حالی که روابط زن و مرد در دنیای کنونی هیچ حد و مرزی ندارد، دانشمندان، روانشناسان و آلمان علوم اجتماعی غربی که منصفند با بررسی عوارز چنین ارتباطاتی تصریح می که این حد از اختلاط میان زن و مرد روانی است. منتظری گفت دیوان عدالت اداری نیست طی سالهای پیش نسبت به تفکیک محیط کاری زنان از مردان اقدام کرده و اقدام شهرداری را در این ارتباط ستودنی دانست با سربلندی میگوییم چنین اقداماتی به منظور رعایت حدود اسلامی و حریم میان زن و مرد لازم است و این امکان را فراهم می کند که زنان در محیط کاری خود آزادتر باشند. به گفته این مقام قضایی ایران اگر مخالفت با تفکیک جنسیتی مخالفت با احکام اسلام نیست نامش چیست و چه اصراری است که برخی اشخاص این موضوع را در کلام و رسانه های خود مطرح کنند منتظری در پایان هم گفت معنا ندارد که ما برای خوش آمد غربی ها احکام اسلامی را تعطیل کنیم مگر غرب از نظام جمهوری اسلامی خوشش میآید که از اجرای احکام اسلامی در آن راضی باشد اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری نیز در ادامه سلسله سخنانی است که در هفته های اخیر در خصوص تفکیک جنسیتی بیان می شود. ماجرا از زمانی جنجالی شد که محمد باقر قالیباف شهردار تهران دستور تفکیک جنسیتی را در مجموعه تحت مدیریتش صادر کرد. اقدام قالیباف اگرچه با انتقادهایی از سوی مخالفان روبرو شده اما از سوی چهره های تندروی محافظه کار با استقبال روبرو شده است کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه هفته گذشته این شهر جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران را مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت اعلام کرد دولت حسن روحانی و علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که با تفکیک جنسیتی در محیط کار مخالفند هرچند مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از این اقدام حمایت کرده بود روزنامه شرق از تخلیه 65 درصد از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر داده است. در ماهای گذشته خبرهای بسیاری درباره بحران آب کشاورزی و آشامیدنی در روستاهای ایران و آبرسانی با تانکر به روستاها منتشر شده است. علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مطلبی در روزنامه شرق خشک شدن پنج دریاچه تخلیه 65 درصد از روستاهای یزد در 25 سال گذشته خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون تأمین آب 5300 روستا به وسیله تانکر و گسترش کویر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب ایران دانسته است حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور 11 همه تیر ماه خبر داده بود که آب حدود 6000 روستای ایران با تانکر تامین می شود بر اساس سرشماری سال 1390 خورشیدی 28.5 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می کنند علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با اشاره به طرح تبدیل کویرهای مرکزی ایران به دریاچه از ارائه طرحی توسط شرکت آمریکایی دو تام خبر داده است. به نوشته آقای فراستی مرکز پجوهش های مجلس ایران سال 1384 گزارشی درباره این تر ارائه کرده است. آقای فراستی با اشاره بررسی های ماهواره نوشته که به اعتقاد شرکت دو تام خشک شدن دریاچه لوت ناشی از ایجاد ترک است که در لایه های زیرین لوت و احتمالا بر اثر زمین لرزه های شدید رخ داده است. بر اساس این نوشته شرکت دوتامپ قادر از ترک های ایجاد شده را در مکان های مناسب ترمیم کند به نحوی که آب به سطح لوت بازگردد. این نوشته یادآور شده که بر اساس بررسی های مشخص شده که رودخانه در زیر کویر لوت در جریان است که آب کوههای اطراف کویر را به سمت دریای عمان هدایت می کند. آقای فراستی طرح شرکت دو تامپ را یک طرح گسترده برای حل مشکل آب و آبادانی ایران ذکر کرده و نوشته که این شرکت حاضر است با استفاده از سامانه فاینانس بین المللی همراه با تضمین اجرایی توسط بانک های سوئیس این طرح را اجرا کند. در سالهای گذشته طرحهای متعددی برای حل مشکل کمبود آب ایران مطرح شده است. فروردی ماه سال 1391 عملیات اجرایی طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای مازندران به حوزه فلات مرکزی ایران با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در منطقه گوهرباران ساری آغاز شد زمان اجرای بخش اول این تر 24 ماه تعیین شده بود اما با سپری شدن این زمان هنوز گزارشی درباره اتمام بخش اول این پروژه منتشر نشده است کمبود آب در ماهای گذشته باعث جیربندی آب در برخی شهرهای ایران شده است. علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هجده مرداد از تشکیل کارگروهی در وزارت نیرو و مجلس برای بررسی واردات آب از تاجیکستان خبر داده بود. در این بخش از برنامه سری میزنیم به مهیستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد شاید این هفته و البته ماه آینده روزهای بسیار مهمی برای سه حزب بزرگ ترکیه باشه در فاصله انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تا انتخابات پارلمانی سال آینده که حدود ده ماه دیگه برگزار میشه دست کم برای حزب دارد و توسعه و رهبرانش این فاصله زمانی های اهمیت هستش حالا آقای ارغان رهبر حزب عدالت و توسعه و کسی که بخش عمده نگرش فکری این حزب متاثر از اندیشه های او هستش تداوم قدرت رو بعد از سه دور نخست وزیری در ترکیه این بار در مقام ریاست جمهوری حفظ میکنه اهمیت انتخاب جایگزینی مناسب برای آقای ارغان در حزب دولت و توسعه این روزها یکی از سختترین تصمیمات این حزب در طی دوازده سال گذشته استش چرا که باید این تغییر و تحول در راستایی باشه که کمترین تنش رو در این حزب داشته باشه همینطور جای خالی شخصیت کاریزماتیکی چون آقای در بین هواداران و اعضا احساس نشه اختلاف سلیقه در این حزب در نبود آقای ارغان باعث تضعیف یا انشقاق از آن نشه و با چنین حفظ ترکیبی در دهما آینده که بیشک و متفق قول بسیاری از کارشناسان از اون به عنوان دوران گذار این حزبیات حزب یاد حزب دلالت و توسعه بتونه پا به انتخابات مهم پارلمانی سال آینده بگذاره با این توصیف این روزها حزب دلالت و توسعه چنین کیفیت و شرایطی رو داره و به دلیل اهمیت همین موضوعات هستش که ته دو هفته آینده کنگره مهم خودش رو به صورت فوقلاده برگزار میکنه تا نخست وزیری جایگزین رو در نبود آقای اروان معرفی بکنم هرچند طبیعیست است ترین چهره و شخصیت در این راه آقای عبدالله یا ریاست جمهوری کنونی هستش اما جسته بریخته سخن از این است که آن تعامل یک دستی که در حزب عدالت و توسعه برای بازگشت دوباره ایشون به حزب باید وجود داشته باشه وجود نداره و این موضوع میتونه خودش یک عامل تنیسا و نگران کننده در مورد آینده این حزب و تا ریزش آرای اون در انتخابات بعدی باشه حالا البته زمزم های مبنی بر حضور آقای داود اغلو وزیر امور خارجه کنونی در سمت نخست وزیری هم وجود داره برخی معتقدن آقای اردوغان هماهنگی و تمایل بیشتری به حضور آقای داود اغلو در سمت نخست وزیری داره اما همین تحولات و جنب و جوش ها به شکلی متفاوت در در اردوگاه احساب رقیب دولت هم دیده میشه حالا پس از ناکامی دو حزب بزرگ ترکیه یعنی حزب جمهوری خلق و حرکت ملی در انتخابات محلی و همینطور انتخابات ریاست جمهوری اخیر به در زمینه تغییر و تحولات در سطوح رهبری این احزاب هم شنیده میشه از جمله این هفته اعضای حزب جمهوری خلق جلسه رو تشکیل دادن و به بررسی شرایط و مسائل انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه پرداختن در همین جلسه هم بود که برخی از اعضای این حزب که در پارلمان ترکیه حضور دارن صریحا خواستار استعفای آقای کمال قلیشدار اوغلو رهبر این حزب شدند اونها همینطور خواستار تشکیل یک کنگره فوق‌العاده برای تعیین رهبر جدید شدند چرا که معتقدند آقای قلیشدار در انتخاب نامزد ریاست جمهوری اشتباه کرده و نتونسته موفق عمل بکنه اما در دیگر سو در حزب حرکت ملی به عنوان سومین حزب بزرگ در ترکیه که با امید موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری با حزب جمهوری خلق ائتلاف کرد و نامزد مشترک معرفی کرد بعد از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری بهانه بزرگی به دست هواداران این حزب داده شده که به شدت از این تصمیم رهبران حزب انتقاد بکنند آنها معتقدند ائتلاف با لایک ها یعنی حزب جمهوری خلق یک اشتباه بزرگ بوده با این توصیف در شرایط کنونی و فرصت باقی مانده برای انتخابات مهم پارلمانی سال آینده هر سه حزب شرایط حساس و ویژه‌ای رو پشت سر می‌ذارن از یک سو با چالش‌های در درون مواجه هستن و از دیگر سو باید هوشمندانه و بدور از هر اشتباه تاکتیکی رقابت انتخاباتی پیش رو رو از دست ندن اما موضوع مهم دیگه ای که این روزها بحث داغ محافل سیاسی استش مسئله تصمیم آقای روان برای تغییر نظام پارلمانی کشور به نظام نیم ریاستی و ای بسا ریاستی هستش که زمینه نگرانی بسیاری شده موضوعی که اگرچه آقای ارغان مدعی است این تغییر با توجه به ظرفیت های قانون اساسی موجود خواهد بود اما منتقدان این تصمیم رو فرصتی برای تثبیت قدرت انحصاری آقای ارغان میدونند در این گزارش خبری البته فرصت پرداختن به این موضوع رو نداریم حتما در گزارش های بعدی به این مسئله هم اشاره خواهیم کرد بسیار سپاس که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا دیداری دیگر بدرود.